دفاع مقدس یک اصل را برای ملت ایران ثابت کرد و اون اصل اینه: سیانت کشور و بازدارندگی کشور از دست اندازی دشمن با مقاومت به دست میاد، نه با تسلیم. این شد یک اصل. همون روز هم کسانی بودن، همون اوائل، که معتقد به تسلیم بودن، منطقه با شکلهای مختلف، یا سریعا ممکن بود اسمش تسلیم نباشه اما معنا و باطنش تسلیم، که امام محکم ایستاد در بخشهای مختلف و مراحل مختلف. در مجموع جهاد دفاع مقدس ملت ایران فهمید که پیروزی، پیشرفت، عقب راندن دشمن، سیانت کشور با مقاومت به دست میاد، نه با تسلیم. اینو فهمیدیم، این ملت ایران به دست آوردن. این شد یک اصل برای ما. ما از این اصل در بسیاری از مسائل گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و غیره استفاده کردیم و استفاده میکنیم. این احساس که باید مقاومت کرد، این موجب شد که هم اطمینان و اعتماد به نفس داخلی به وجود بیاد و هم به دشمن یاد داد که در محاسبات خودش قدرت داخلی ایران رو به حساب بیاره، مقاومت ایران رو به حساب بیاره، قدرت داخلی ایران رو به حساب بیاره. ما خوشبختانه با همین روحیه توانستیم تعدادی از نقشه‌های مهم دشمن رو به شکست بکشیم. دشمن فشار حد اکثری رو تحمیل کرد، ناکام شد. دشمن طرح خاورمیانه جدید رو به میدان آورد، ناکام بود. دشمن تعرض به مرزهای ما رو از هوا و دریا به نحوی شروع کرد، ناکام بود. پرنده هواییشو زدن. متجاوز دریاییشو تصرف کردن. اعتماد به نفس ملی یعنی همین. این ناشی از همون اصل آموخته شده در دفاع مقدس است که مقاومت راه سیانت کشوره است.